همایون حسینی ساعتها برای یافتن کار منتظر مانده است تا بتواند با اندک دستمزد و خانواده‌اش در شرایط رقتبار اقتصادی کمک نماید. این مرد 38 ساله چند روز قبل از ساعت 5 صبح الی 1 بعد از ظهر برای یافتن کار در چوک کابل منتظر مانده است. سر چوک بودیم، 5 صبح اومدیم، این میالو دیگه رفتن خانه را کرده رویستیم، بیکاری است، کار نیست. این بعد از ساعت 3 بجه شده، طرف خانه میریم. اقتصاد هم بکی ضعیف است، دیگه بیچاره هم هستیم، دیگه جنجال ما بسیار زیاد است. دیگه این بعد میاییم و میریم، میاییم و میریم. برای حسینی دردآور است به خاطر که باید مصارف تداوی پسر 9 ساله اش را که مریض است بپردازد و زمینه کاری وجود ندارد. 4 تا فلک دارم، یکیش مریض هم است، یک ذره پیز داره، خال بدر مصرف. اقتصاد چیز روزگار است، اقتصادی بسیار ضعیف است دیگه. که بدر امور نمیتونیم تداوی کنیم، دیگه کنیم. بسیار دیگه متو دستم بیخی خالی است دیگه. یعنی جا میایم صبح کی نه بدر گل 5 بجه شد 4 بجه شد پس میخیزم میریم. پس از تسلط طالبان اقتصاد افغانستان سقوط نموده است. کارگران روزمز میگویند که آنها عاید ندارند. دیگه کاروبار نیست، غریبی نیست. دیگه ما از دولت طالبان میخواییم که برای ما یک کار بدر جون پیدا کنند، یک کار غریبی پیدا شود و مردم کار کنند. این کارگر دیگر که روزمز کار میکند میگوید همه بیکار هستند و فرصت کاری برایشان مهیا نیست. در اختر مخی او سرنگ مالیان از دغشان و لکه او خدم دیم بخی در طول خلق می کردیم بخی نسی در چوک کرد سر رزو مخم کرفت رزو بس روند کار نهادهای امداد بشری که مواد غذایی، تحصیلات آموزشی و خدمات صحی به مردم افغان فراهم می‌کردند، به دلیل تصمیم طالبان در ماه دسامبر که زنان را از کار در مؤسسات خارجی ممنوع قرار داد، متأثر شده است. بر اساس گزارش سازمان غذایی جهان که در ماه اپریل منتشر شد، حدود 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده برای جلوگیری از بالا رفتن قحطی و گرسنگی در افغانستان نیاز است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.